برتر از گوهر آمد پدید با گرمترین دروتا حضور همه شما بینندگان بسیار ارجمند گرامی این سلسله برنامه هایی که مشاهده میفرمایید با هنرمندان بیشتر تئاتر صحبت می کنیم همتنان ارجمند گرامی امروز با یک بانوی هنرمندی صحبت می که یک اثر فوق العاده جذاب جالب بر صحنه آورده چندین اجرا داشته در مکانهای مختلف نام این نمایشنامه که خود ایشون نوشتن را توضیح خواهند داد خدمت شما بینندگان ارجمند گرامی نامش از هفت خان آزادی این بانوی هنرمند خانم ناکتا پهلوان هستند بله برادرزاده آقای عباس پهلوان نویسنده و روزنامه نگار بسیار بسیار مشهور سرزمین ما خانم نکتاب با علمان درود بر شما درود بر شما خیلی ممنون از اینکه من از این فرصت رو بر من مهیا کردیم و درود به بینندگان عزیز تلویزیون پارس خیلی خوشحالیم از دیدار شما از خانم دکتر مجان نقوی با سپاس گذاری کنم که واقعا بنیان این برنامه رو گذاشتن ازشون تشکر میکنم عرض کنم که من نام نمایشنامه رو گفتم این نمایشنامه که عنوانش از هفت خانه آزادی خود سرکار نوشتیم بله خب یه توضیح برای بینندگان ارجمند ما اگر بدید خیلی خوشحال میشیم که ال اصول این نام رو که برگزیدید انگیزه شما چی بود در نوشتن این اثر واقعیتش ما اول اثر نوشته شد و من اتفاقی دنبال بودم که چه اسمی باید این کار داشته باشه و خیلی جالبه چون تمام مراحلش یه جوری که انگار من وسیله ای هستم که قصه هایی که باید گفته بشه گفته بشه برای من هر هر صحنه اون جوری بر من اتفاق افتاد باید. اصلا خودم و فکر اسمش بودم چون خود کار یه کار حماسی استورهی بیشتر حماسی و تاریخیه باید. قسمت از استورم هست ولی اگه بخوام ژانرشو رو بگم بیشتر همون حماسی تاریخی میشه که شاهنامه فردوسیه و اتفاقات تاریخی که در 45 47 سال اخیر در ایران افتاده داشتیم راجب به اتفاقا با یکی از با سعید محاسب داشتن فر راجع صحبت کردیم راجع نمایش راجع به اسمش و همینجور که داشتم میگفتم که این مثلا گفت خب یه اسم شاهنامه ای چطور بعد داشتیم به قول مرد برینستورم میکردیم هفتخان رستم مطرح شد و مثلا چنین اسمی که انگار برای آزادی ما این هفتخان رو انگار داریم به عنوان یک ملت بله. هر خانی که رد میشیم هر دههی که یک خیزشی اتفاق میفته یه چیزی از این الهام بگیریم بعد رفتم خونه همون شب و دیدم اون متنی که من نوشتم چون متن کامل شده بود تقریبا دیدم دقیقا اون قسمت بندی که کردم تا میرسیم به قسمت آخر دقیقا هفت مرحله شده و دیدم اسمش رو خودش انتخاب کرده یعنی یک هفت خانیه ولی برای آزادی ایران جلدی. و اینطوری شد که اسمش شد هفت خان آزادی بله فوق لادت برنامه اشاره کردن خانم ناکتا پهلوان بینندگان ارجمند گرامی خب حتما شاهنامه رو خواندن شخصیت های بسیار بسیار مشهور و معروف شاهنامه مد نظرشون بوده و حوادثی که در ایران ما رخ مخصوصا این جنبش بزرگ نسل جوان نسل دختران جوان پسران جوان که مشهورش به دیگه به زن زندگی آزادی به نظر این حقیق این الهام بخش است برای بسیاری از جوانان هنرمند به خصوص خانم دکتر پهلوان که خب از خانواده مطبوعات هم هست دست به قلمم داره تعداد بازیگرا خیلی زیاد بوده نه <ص resting> بله انتخاب اینا خیلی کار دشواری در قربتونم ما یه هدفی همزمان داشتیم آخه اصلا اول اول قبل از اینکه به شکل نمایشنامی اتفاق بیفته بله. آقای داریو شقبالی یک برنامه مثل روز کورش کبیر گذاشته بودن تو اکتبر که من سرقی کرد دوستان گفتن یک استریت پرفورمنسی یه پرفورمنس هنری باشه از طرف بچه بازیگر که نه این کار ولی اون با این حس و حال با این کرکتر شاهنامه و بچه هایی که توی جنبش زن زندگی آزادی بودن من یک کار هشت دقیقه ای نوشتم که روی صحنه اجرا شد اون شب و آقای دارش اقبالی خانمشون هم توی جمعیت بودم و با استقبال که مردم از اون و ارتباطی که برقرار کرده بودن اصلا برشون خیلی تعجب برانگیز بود بخوام که خب خیلی هنرمندای زیادی خواننده معروف همه رو استیج رفته بودن ولی ساعتی که مردم ارتباط برقرار کرده بودن متفاوت بود و ایشون به من گفتن تو اینو باید نمایشنامش کنی باید بنویسیش و خب خیلی به هم حمایت معنوی هم حمایتی که سالن اولین سالنی که اجرا گرفتیم آقای داریوش سالن رو گرفتن و حمایت کردن که این کار به در واقع بتونه تولید بشه و در راستای حالا این تولید این کار یک هدفی که من خودم داشتم این بودش که خب ما به همبستگی حرف میزنیم و همبستگی واسه من چه معنی داره آفه. واسه من هنرمند واسه من آرتیست توی امریکا که هستم همبستگی من با همکارمه با یک هنرمند دیگه یه با یک هنرمندی جوانتر از خودم و پیشکسوت خودم باید. و این باعث شد که تصمیم بگیریم که تا میتونیم آرتیست های بیشتر چون همه بازیگر و والنتیر بودن م. بعد بتونیم اینوالو کنیم من حتی به هنرمند خیلی معرفی که تازه و ایران اومده بود حتی ریچ کردم همه نقشه کوچیک بود دیگه بله ولی ما دوست داریم همه باشن به پیشکسوتامون ریچ اوت کردم به کسایی که مثلا پیشکسوت یعنی مثلا خیلی سال مثلا خانم نینا نائبی روکسانا رستگار فریبرز داودیان شاهین جامعه‌ای که اصلا ژانر که همیشه کمدی کار میکرد. و همه دقیقا از لحاظ احساسی تو همون استیت بودن که ما باید با هم همبستگی ما هنرمندا به این صورته که با همدیگه یک کار رو تولید کنیم برای ایران و این شد که تمام این کرکترها رو خب تا تونستیم با توجه به سن و نقش و صدا و جنسیت بین بازیگرها تقسیم کردیم و هم و همه دوستشن اینوالو باشن و مشارکت کنن به خاطر اینکه خودمون در پروسه تولید این کار از لحاظ روحی خیلی درمان شدیم مم. یعنی احساس کردیم یه کار مفیدی که تواناییمونه داریم انجام میدیم میدانم میدانم می و وجدانم راضی است و وجدانم راضی است که گناهانی که که گناهانی که در کیفر خواست در کیفر خواست به من نسبت داده شده به من نسبت داده شده و مواردی که ذکر شده و مواردی که ذکر شده مرتکب نشدم مرتکب نشدم نشده نه را دست برای اینکه راجع به این همبستگی خیلی ما شنودیم همه جا میگن که چون این انقلاب مستا زن زندگی آزادی شعار اکثر هموطنانی که در خارج بودن این بود که آقا باید همبسته بشیم همبستگی راز موفقیت و پیروزی این نحصت بزرگ جوانانه و شما به نظر من بهش عینیت دادید یعنی الان اشاره کردید که واقعا هنرمندان همیشه مسئولیتی دارن وقتی صحبت میشه میگن هنرمندان تف اول باید قرار بگیرن و چقدر به جا به این مطلب شما اشاره کردید که این همبستگی بین گروه بازیگران هنرمندان باید به وجود بیاد حالا چه هنرمندان جوانتر چه اونایی که سابقه ای دارن به قول مشهور پیشکسرتتر هستند اینجوری میشه که واقعا یک جامعه هنری میتونه درخشش خاصی در قربت داشته باشه با همه مشکلاتی که همه میدونن در قربت وجود داره ارز کنم که حالا میخواستم از شما این خواهش رو بکنم که شما تا اونجا که من دیدم خب خیلی بازیگراتون خیلی زیاد بودن رقصندم داشتید اینا کار ساده ای نیست هماهنگ کردن اینا و اینا واقعا کار خیلی سختی و خودمون الان فکر میکنیم نمیدونم چه جوری اون کارو انجام دادیم واقعا بروی کاغذ بخوایم بیارین یا بخواین تکنیکی بهش نگاه کنین توی مدت زمانی که ما انجام دادیم این کارو یه کار غیر ممکنی بود ولی هممون میگم انقدر همه گروه حالا حتی دنسرامون یه سریاشون امریکایی بودن ولی خب بهشون میدونستن تو ایران چه خبره حال و روح روحیه ما رو میدیدن همه اموشنالی و احساسی همه خیلی با هم انرژیمون همسانی داشت همه همه میخواستیم میخواستیم این اتفاق بیفته واسه همین هیچ مقاومتی در چون همیشه مثلا با توی کاری هنری کارگردان و بازیگر یک مقاومتی هست همه بازیگر یک نقاط شکننده و ظریفی داره یک گیمیه که باید با هم بازی کنن تا اتفاق در بیاد اون نبود مقاومته همه همه آماده بودن عین یک سپاهی که آماده است برای جنگ ولی ما جنگمون روی صحنه اتفاق بر اون سپاه برار احتیاج به فرمانده داره بدون فرمانده نمیشه تو خوشه خشم من و تو تشنه بارونه حق ما کم نیست دور از این شما هجده بازیگر داشتید درست هفت رخصنده و تعدادی هم پشت صحنه هم کارانتون بودن بند. خب اینا خیلی جالبه بند. برای نقصیم باره که این تعداد بازیگر رو ما میبینیم در نمایش ما چند اجرا داشتید؟ ما چهار تا اجرا داشتیم اولین اجرا که ویلچری بیل بود بعد در روی سال یو سی ای و دو اجرام در اورنج کانتی یو سی دانشگاه یو سی آی بارکلی تیتر خب شما که برحال خیلی علاقمند هستید که ببینید چه تأثیری این اثر روی بیننده داره واقعا وقتی اجرا به پایان می یک اجرا با تماشگرانی هم صحبت کردید ببینید که واقعا اونا چگونه حس کردن این اثر رو در چه حال هوایی هستن بله اتفاقا حالا یه سری میگم از اساتید ما بودن که بود آقای سیاد که واقعا باعث افتخار ماست یعنی دیگه مم. میگم یه جورایی بعض وقتا یه اتفاقای خستگی آدم رو در میکنه از لحاظ هنری خب واقعا اون خیلی باعث افتخار ما بود حضور ایشون و ویدیویی که خودشون ضبط کردم راجع به کار و واقعا کار ناکتا پهلوان به عنوان نویسنده و کارگردان و همچنین افشین کدانچی و همه بازیگران و همه اجراکنان واقعا درخشان بود ولی برای من مردم عادی خب باید. خیلی همه انقدر تحت تاثیر قرار می ما خودمون موقع اجرا تحت تاثیر بازی همدیگه بودیم یعنی مثلا شاهین جامعه که خدا رو بازی میکرد ما این پشت همه داشتیم خون گریه می کردیم. و یعنی اصلا میگم چون همزمان با تمام این اتفاقات بود یک اتفاق بود که هیچ وقت تکرار نشده به نظرم و باید. تکرار نخواهد شد شاید میخوام براتون از بلوچستان بگم همون جایی که شباش با لیکو ترانه های عاشقانه بلوچی صوب میشه و مردمش صوب ها با عطر گندم و صدای قیچه کس خواب بیدار یکی از تماشاچی ها اجرای آخر بود تو جولای خب به هر حال جنبش محسا سپتامبر شروع شده بود مردم تظاهرات می رفتن و خیلی همه خسته شده بودن یعنی بدنن خسته شده بودن بعد از نه ماه و می دیدن هیچ تغییر نمیکنه. یه خانمی بعد از اجرا اومد به من گفتش که من سه چهار ماه بود نه دیگه تظاهرات میرفتم نه دیگه حتی خبر نیوز باز میکردن و سوشال میدیا میرفتم چون از لحاظ روحی خیلی به هم ریخته بودم <applause> و فیزیکی اصلا نمیکشتم دیگه و خیلی شک داشتم که این اجرا رو بیام به اصرار دوستم که قبلا اومده بود ما دوباره یعنی اون دو دوست دوباره اومده بود و این خانم همراهشون اومده بود و گفت من از اول تا آخر نمایش گریه کردم ولی در این حال انگار که شفا پیدا کردم به خاطر اینکه یک قسمتی از وجود خودم رو میخواستم انکار کنم <applause> و اه, کاری که حتی هنر میکنه اینه اینه که هم واسه ش... شفاست هم یه امیدیو در آدم زنده میکنه و هم یک قصه رو که ما باید این قصه رو انقدر تکرار کنیم که آرزومون تبدیل به واقعیتمون بشه رو برامون زنده نگه میداره این قصه رو و این واسه من میگم بزرگترین دستاوردی که یک کار هنری میتونه داشته باشه اونم چنین کاری که برای ایرانه همین همین کامنت های مردمه که میبینیم خب پس بله بله این یک واقعیت اشاره بهش کردید حالا این یک نکته است که میبینیم مبارزات آزادی کانه زمان میبره و خوشبختانه الان همین انقلاب نسل جوان که این همه در جهان با باستاب مثبتی داشته نه خود ایرانت هنرمندان خارجم تحت تاثیر این جنبش بزرگ زن زندگی آزادی قرار گرفتن بعضشون آثاری رو اجرا کردن و چه بله. رقصایی من دیدم که الهام گرفتن از این جنبش زن زندگی آزادی خب به تپ اینه که یک ای واقعا تصورش اینه که دیگه باید زودی تموم بشه نه مداومه میبینیم که مبارزات زنان و دختران ایرانی فرزندان جوان ایران کماکان ادامه داره این مبارزه هرگز خاموش نشده به روایتی آتش زیر خاکستره ده ده ده. و خب نقش کار هنری هم همینه که این امید رو بدمه در دیگران یعنی شما اشاره کردی بانوی که اومده میگه من یه امید گرفتم این امید موتور زندگی دیگه خدا نکنه این امید خاموش بشه دره دره. انسان کاری هم که جمهوری اسلامی میکنه میخواد امید ما رو خاموش کنه با تفرده. دقیقاً, دقیقاً و جالب یک توضیح هم بدید که من البته از صحبت ها شما اینطور استنباط کردم که به بعضی از شخصیت های هم اشاره شده هم. با توجه به این که این هدف این منشنامه زن زندگی آزادی بوده این جنبش بزرگ بوده ولی اون شخصیت ها نادیده گرفته نشد مثلا من دیدم شما اشاره کردید به سیاوش بلی. که در شاهنامه خب میدونید که ما مشهور میگیم سبک سیاوش هم داریم نمایش ما با کیکاووس شروع میشه و با سیاوش از لحاظ شاهنامهش با سیاوش تمام میشه می و کیکاووس خب در شاهنامه ب... شروع به کشتن دیوان میکنه به مازندران که میره در بند اسیر میشه و بلده. چشمش کور میشه که اون چشم کور شدنش باعث میشه که چشم دلش روشن بشه و برای من خیلی این بودش که ما ملت ایران به عنوان یک کانشسنس یعنی میخوام بگم نسل من یا نسل پدرمادرانم از لحاظ ملی به یک غروری رسیدیم که و خب 1400 سال اسلام هم وارد ایران شده بود تمام اونها که کور شدیم یعنی به اون چیزی که داشتیم به اون فرهنگ به اون کالچری که واقعا داشتیم هم قره شدیم هم هم زندگیش نمی کردیم یعنی برای من خیلی سمبول کیکاووس بود و خب این دوران تاریکی که گذروندیم شاید دقیقا باعث شد چشم دلمون روشن شه یک سری ارزشهای های فرهنگیمون دوباره یا بشه دوباره ارتباط برقرار کنیم و واقعا به نظر من خیلی نسل الان ایرانی تو هر سنی که هست یعنی تو این زمانی که هستیم خیلی آگاه تریم به فرهنگ خودمون و ارزش های ایرانی خودمون آفه. و خب بهاش هم دادیم دیگه بهاش این دهیران، همه دهیران. دوران تاریکی که با که سپری کردیم یک از 1400 سال پیش یه بریک دوران پهلوی بود،, بود ولی مل... ملت آماده نبودن هنوز واسه اون شکوفایی وگرنه چنین نتیجه ای نمیداشت چنین انقلابی اتفاق نمیافته من نمیخوام محمول باشم قاچاقی سرک بکشم تو خیابونا همیشه آره من میخوام که آزاد باشم میخوام خود خودم باشم زندگی کنم همیشه بله درست میفهمی همونجور که دکتر زرینکوب هم اشاره کرده در اون کتاب دو قرن سکوت وقتی تازیا به مملکت ما حمله کردن میدونید که زبان پارسی رو اصلا ممنون کرده بودند و چه توهین هایی که میکردن به تاریخ و فرهنگ و زبان ما دو قرن سکوت مطلق بود ولی اون آتش زیر خاکستر بود اون آتش خودشون نشون داد که بعد عرض کنم که شخصیت‌های بزرگ بلند شدن بر علیه اون استبلاد مذهبی قیام کردن که به تفصیل در تاریخ به این موارد اشاره شده که الان شما به درستی انگوش گذشته روی اون جریانی که باید برای همه ما به خصوص دست جوان که امروز این همه آگاهی داره بدونه که نیاکانشون واقعا دشواری ها رو دیدن سختی ها رو تحمل کردن چقدر بهشون ظلم شد بیداد شد ولی امروز شما صحنه رو که میبینین دخترای جوان که یک دختر خانم در انفوان جوانی با هزاران آرزو چشم سعد دست میده یا جوان برومندی که اینا ناجوان مردانه میکشنش مثل برای حال تعدادشون خیلی زیاده نمیخوام نام یک دو کدار بیام مثلا مجیر رضا رهنما سمبول این سم... جوانها شده واقع. دیگه خب اینا نشانه است از باروری فرهنگ ملی فرهنگ ایوان. ایران همیشه چارساز بوده همیشه به کمک مبارزین اومده دقیق. و چقدر شما درست این قضیه رو دیدید و روی این مسئله کار کردید والا من شاهنامه واسه خودم چون خیلی باش زندگی میکنم یعنی okay. از شاهنامه خانی شروع شد بعدم از بچگی یعنی از وقتی که میتونستم خوندن یاد گرفتم هفت سالگی کتابایی بود کوچیک کوچیک داستانه بایده شاهنامه بابام واسم گرفته بود و عموی بزرگترم هیدر پهلوان همیشه شاهنامه میخوند یعنی کتاب مقدسمون شاهنامه, شاهنامه بود بوده. و خب بزرگتر که کلاس رفتم راجب شاهنامه خوندم یعنی اساتید مختلف تونستم ازشون یاد بگیرم شاهنامه تبدیل شد برام تنها سورس از اگه بخوام با آینه ایرانی زندگی کنم آفره. یعنی واسه خودم این بود که الان من دارم جمشیدی خودم زندگی میکنم الان قره شدم دارم منیتمه الان زحاک که وجودم میزنه بیرون یعنی انقدر واسه زندگی خودم که هر لحظه خودم رو پراجکت میکردم چی میمدم چی میشه این شخصیت ها رو داشتم واسه خودم میکنم. چون مثل میگم سایکی ایرونی ما ده. ایرانی ها شاهنامه است بخوایم روانمون رو باز کنیم توش ببینیم و موقعی که اومدم راجع به جنبش آزاد خواهی را در طول این چلو حالا در اون زمان میشه چلو پنج سال ده. این افتاد یعنی انگار که اصلا مثل یه بلوپرینتی بود مثل این جدولی از ماندلا بهش میگن که میندازن اینو میندازن روش اینو منطبق شد یعنی اصلا آگاهان و حساب شده نبود و این باز به این تاکید میکنه که چقدر آینه ایرانی و استوره های ایرانی چقدر در زندگی ما جریان, جریان دارن. دارن و چقدر آگاهی به اونا میتونه به ما اتفاقا چراغ راه آینده همون باشه دقیقا دقیقا و همون خردی که فردوسی بهش اشاره میکنه واقعا همونجا که خودش گفته بدا راستی اگر ما خرد داشتیم کجا این روزگار رو بعد داشتیم این خرد خیلی خیلی مهمه در شاهنامه بسیار بسیار بهش تکیه می شود ارقم که شما چند سالتون بود که از ایران اومدیم بیرون من 21 سال 21 سالتون پس شما در ایران دیگه بزرگ, بزرگ شدیم واقعا <تصفح> یک <تصفح> ایرانی هستید مخصوصا من عرض کردم که در خانواده شما هستید که خوشبختانه اموهاتون هر هم آقای عباس پهلوان هم همشون دست اندرکار مطبوعات بودن و همون اشاره کردی شاهنامه الگو بوده برای شما و اینی که شما از همون کودکی همینجوری آمدید اون داستان ها رو خوندین خوندید و طبیعی که برداشت مثبتی کردید از این مطالعاتی که کرده بودید و نتیجهش رو در همین نمایشنامه هفت خان آزادی همه شاهد بودن اونایی که اومدن دیدن اونام که ندیدن من خوشبختانه اینو باید بگم که شاید تلویزیون پارس اینو کامل پخش کرده دوباره شاید پخش کنه و هر حال جالبه دیگه جالبه که جوان ایرانی تا این اندازه عشق به فرهنگش داره عشق به شخصیت های بزرگ تاریخیش داره امروز میبینید که چقدر نام زهاک تکرار میشه زهاک ماردوشی که اون همه برار فرزندان جوان ایران رو حالا به روایتی از کنم که در می آوردن که دوتاماری که رو دوشش بوده اونا رو بخواه آروم بگیره ولی در واقع باز این کاوه آهنگر بود که توانست با اون شورحالی که ایجاد کرد واقعا مردم رو از به حرکت در بیاره و زنان زنان ایرانی اون زمان همراه کاوه بودن بهم. که این تونستن زحاک رو سرنگون کنن با همت فریدون خیلی مسائل هست که میتونیم با هم صحبت کنیم متاسفانه آدم گاهی به ساعت که نگاه میکنه میبینی که چقدر زمان کم میاره hayır, وقت رخصنده ها رو چجور انتخاب کردید؟ خانم کسر عباسی که رقصنده ایرانی بود که ایشون بچه های غیر ایرانی رو میشناختن که رخصنده خیلی حرفه هستند و و شهراد فردوتی که یکی از بازیگرا بود دو تا از رقصنده رو بعدا خواهیم عباسی اوورد شهرادم که اصلا آدیشن گذاشتیم و 16 ساعت شهراد دونه دونه این رقصنده ها رو کستین گذاشته بود و چک میکرد و مصاحبه میکرد تا اینکه تونستیم رقصنده مناسب رو پیدا کنیم و یه چیزی که دوست دارم اضافه کنم اینه که ما این اجرایی که ضبط شده حالا امیدوارم دوباره تلویزیون پارس پخش بشه برای بینندگان عزیز تقدیم کردیم به گوهر عشقی ده ده مادر ستاره بهشتی و الگوی یکی از الگوهای واقعا هیرو من اگه بخوام به یک نفر رو اسم ببرم فاطمه سپهری گوهر عشق این دو نفر واسه من خیلی اون الگو این اجرا و این نمایش تقدیم میشه به گوهر عشقی که واقعا مادر ایرانه در بندوشی. حال حاضر مادر مبارزینه که هنوز از پانند نشسته واقعا این زن قابل تحسینه <applause> بله واقعا همینطوره زنان بیشماری هستند که نمونهش شما اشاره کردید واقعا اینا الگو اینا هستند که نشان دهنده این که زن آزادی ایرانی هرگز در مقابل استبداد خم نمیشه زیده. و مطمئنا فرزندانشون هم خب فرزند جوانش دست داده ولی همچنان یک بانوی مقاوم ده. یک بانوی مبارزه و همیشه از حقیقت میگوید و همیشه هم اشاره میکنه مستقیم به مستقیم. رأس حکومت یعنی با یه واقعیت شجاعت خاصی داره برای خیلی سپاسگزارم اشاره در فرصت دیگری باز هم شما رو در استودیو داشته باشیم میخوام خواهش کنم که با بازیگران تو بشه در برنامه های آینده در خدمتون باشیم و با بازیگران حتما. صحبت کنیم خیلی ممنون از شما ممنون. خیلی از ممنون از بینندگان تلویزیون پارس خیلی خوشحال شدیم از زیارت موفق باشید <تصفح> آرزوی تندرستی و موفقیت در کاراتون دارم ممنون مرسی هنر